Dear friends, ladies and gentlemen, I truly appreciate your consideration for this precious award. I really appreciate your kind support, which has been a strong and powerful source to make me tolerate that harsh time. As you know, POEM has opened a very significant opportunity to me to express myself and share my experiences with the world. I would like to appreciate that amazing guest share of Mr. Langley that has shared his award with me, and warmest love and deepest gratitude to dear Bahia Khanum Nakhjavani and her unique and priceless family and the other translators for all their efforts in presenting my poems in the way they have done. I'd like to share a poem in Persian and dedicate to Mr. Langley. I hope you. وقتی او مرد سحر امروز زنی اینجا مرد وقتی او مرد دیگر امواج نفسهایش روی آن ساحل پرماسه سرد توده خیس صدفها را با خود نکشید و درون نفسش شیشه هایی کم کم خورد شدند وقتی او مرد چراغی که به رنگ علف زرد بیابان بود بی حالت شد و نگاهش دیگر در پی هیچ کسی خیره نبود و دم از بازدمش غافل شد وقتی او مرد زنی از راه رسید بی تفاوت گویا برگ کاج زردی را بی درنگ در یک کیسه گذاشت و درش را هم بست همه چیز به همین آسانی وقتی او مرد هیچ کس فکر نکرد رنگ آن پروانه از چه رو آبی شد. هیچ کس فکر نکرد موقع مرگ چه خوابی می دید و گل داوودی چه به گوشش می گفت. و کسی فکر نکرد شمع او را چه کسی می افروخت. و کسی فکر نکرد رفتنش آیا مثل آن بود که در رویا داشت. همه گفتند طفلکی راحت شد و من اینجا دیدم کیسه‌اش را که به اندازه یک گندم بود مورچه‌ای با خود برد و غذایش را که به اندازه یک گل نان بود کرمی از آب گرفت و من اینجا دیدم از پس پنجره چشمانش می‌تراوید گل آرامش و دهانش پر بود از غزل‌های خضوع آسمان روشن خط لبهایش را آبی کرد ماه با بازی نور گونه هایش را مهتابی کرد و من اینجا دیدم شاید از دور کسی به سراغش آمد و کسی شاید شاخه نور به دستش می داد که سرانگشتانش روشن شد و کسی به گمانم تا عرش به همراهش رفت و نمی دانم شاید جایی بالا خانه یافت به اندازه یک حس دعا و کسی او را برد تا به دیدار خدا و خدا شاید جایی در عرش روی یک سکوی مبهم نور در حبابی از احساس سرور لقمه آرامش لقمه عشق به او میبخشید و خدا شاید رنج هایش را باور